بیانیه کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد با امضای لورد آلتون و 28 عضو ارشد مجلس اعیان و مجلس عوام انگلستان. ما از فراخوان مقاومت ایران برای به چالش کشیدن خامنه‌ای، روحانی، ابراهیم رئیسی و محمود علوی و حاضر شدن آنها در دادگاه بین المللی برای مواجهه با شواهد غیرقابل انکار در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط دیکتاتوری مذهبی حمایت می‌کنیم. درباره دادگاه نمایشی رژیم ایران و اتهامات جعلی و خودساخته آن، لورد آلتون از سوی 28 عضو مجلسین اعیان و عوام انگلستان اعلام کرد این دادگاه نمایشی در حالی مطرح می شود که اعتراضات مردمی علیه رژیم در سراسر ایران رشد و تداوم دارد و مقامات رژیم و رسانه‌های دولتی اعتراف می کنند توسط ائتلاف اپوزیسیون سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت سازماندهی شده است. سران حکومت مذهبی در تهران همچنین می‌خواهند توجهات را از فراخوان‌های بین المللی در مورد حسابرسی از رژیم در زمینه تروریسم دولتی و نقض سیستماتیک حقوق بشر، خصوصاً پس از محاکمه و محکومیت یک دیپلمات رژیم ایران در بلژیک، منحرف کنند. وی به جرم تروریسم و طراحی بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت در پاریس که در حمایت از ایران آزاد و دموکراتیک برگزار شده بود محکوم شد. کمیته بریتانیایی برای ایران آزاد از فراخوان مقاومت ایران خطاب به رژیم که در اسرع وقت پرونده و شواهد خود را علیه اپوزیسیون دموکراسی‌خواه به دادگاهی بین المللی ارائه کند و از تصمیم شورای ملی مقاومت ایران برای به چالش کشیدن خامنه‌ای، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه و محمود علوی، وزیر اطلاعات و حاضر شدن آنها در مقابل یک دادگاه به رسمیت شناخته شده بین المللی برای مواجهه با شواهد غیر قابل انکار در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط دیکتاتوری مذهبی در 4 دهه گذشته پشتیبانی می کند.